بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ژنو 19 نوامبر 2013 28 آبان 1392 فراخوان مشترک کمیساریای عالی پناهندگان و یونامی درباره ساکنان لیبرتی و 7 گروگان ربوده شده از اشرف. کمیساریا و یونامی دولت عراق را فرا می‌خوانند که دست به همه اقدامات ممکن بزند تا سلامتی ساکنان تضمین شود. کمیساریا و یونامی در مورد سرنوشت 7 فرد مفقود شده که سابقا در اشرف بودند و در اول سپتامبر ناپدید شده اند عمیقا نگرانند. کمیساریا و یونامی از مقامات عراق می‌خواهند محل گروگان‌ها را مشخص کنند و سلامتی آنها را تضمین کنند و آنها باید در برابر هر گونه بازگرداندن اجباری حفاظت شوند. بیانیه کمیساریای عالی پناهندگی ژنو 19 نوامبر 2013 آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد دولت‌ها را به تجدید تلاش‌ها برای انتقال ساکنان پیشین اشرف فرا می‌خواند. از زمان حمله اول سپتامبر 2013 علیه اشرف که تیان 52 تن از ساکنان کشته شدند، پیشرفت کمی در انتقال مابقی ساکنان به کشورهای ثالث به عمل آمده است. کمیساریا کلیه کشورهای عضو را تشویق می‌کند که به تلاش‌های بین‌المللی بپیوندند و ساکنان را بپذیرند و یک راه حل دراز مدت عرضه کنند. کمیساریا و یونامی همچنین دولت عراق را فرا می‌خوانند که دست به همه اقدامات ممکن بزنند تا سلامتی ساکنان تضمین شود. کمیساریا و یونامی در مورد سرنوشت 7 فرد مفقود شده که ساکن اشرف بودند و از اول سپتامبر ناپدید شدند عمیقا نگرانند و از مقامات عراق می‌خواهند محل آنها را مشخص کنند، سلامتی آنها را تضمین کنند و آنها باید در برابر هر گونه بازگرداندن اجباری به ایران حفاظت شوند. از سال 2011 کمیساریا همراه با یونامی درگیر تلاش برای یافتن فرصت‌های انتقال در خارج از عراق برای حدود 3200 تن ساکنان اشرف بودند. کمیساریا تا به حال توانسته است در مجموع 300 تن از ساکنان را به کشورهای ثالث منتقل کند.